در پی حمله‌های تروریستی سه‌شنبه در بروکسل، استراتژی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا علیه گروه موسوم به دولت اسلامی داعش بار دیگر با انتقاد جمهوری‌خواهان کنگره ایالات متحده مواجه شده. کمیته‌های روابط خارجی و نظارت بر کار دولت هم جلساتی در ارتباط با امنیت ملی و حفاظت از مرزهای کشور تشکیل داده‌اند. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با شهلا آراسته که از مقابل کنگره با ما هست. خانم آراسته، ابتدا به طور خلاصه از جلسات امروز مجلس اطلاعاتی از شما بگیریم. واکنش از سوی بسیاری از جمهوری‌خواهان همونطور که انتظار می‌رفت، انتقاد از استراتژی دولت مبنی بر اینکه پرزیدنت اوباما به موقع و به طور مناسب پیش از اون که داعش در عراق و سوریه قوت بگیره و افراط‌گرایی در اون منطقه گسترش پیدا کنه عمل نکرده. امروز دو جلسه در کنگره در ارتباط با امنیت ملی و همینطور در ارتباط با حفظ مرزهای کشور و جلسه دیگری هم در ارتباط با امنیت ملی و همینطور سیاست دولت برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو تشکیل شد. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در یک از این جلسات که ایشون از منتقدان استراتژی پرزیدنت اوباما هست و همینطور نسبت به حملات بیشتر تروریستی از سوی داعش قبلا هشدار داده بود، در این جلسه در مورد اهمیت حفظ بازداشتگاه گوانتانامو صحبت کرد. Indeed, the administration admits that it's proposed. اگر دولت همانقدر وقت صرف دستگیری و بازداشت و نگهداری تروریست‌های دستگیر شده می‌کرد که صرف بستن گوانتانامو کرده، ما امن‌تر می‌بودیم. اروپا و ما در معرض حمله هستیم. بنابراین ما به یک بازداشتگاه برای تروریست‌ها نیاز داریم، زیرا در نظام حقوقی آمریکا رسیدگی به پرونده آنها عملی نیست. آن مارسته، واکنش‌ها در کنگره چه بوده؟ کلن بیانیه ها و مطالب دیگری در ابراز همدردی با بازماندگان و مجروحین حملات تروریستی در بروکسل ابراز شده و همینطور تاکید بر اتخاذ استراتژی قویتر در آمریکا علیه داعش منتشر کردند در این بیانیه‌ها. دیروز کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا جلسه با حضور اشتون کارتر وزیر دفاع و همینطور جوزف دانفورد، جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح داشت که در ارتباط با بودجه درخواستی پنتاگون و در این ارتباط مک ثورنبری رئیس این کمیته در بیانات آغاز جلسه در این ارتباط صحبت کرد. This morning the news brought us again stories of tragedy in a terrorist attack in Europe. صبح امروز ما از حملات تروریستی بیشتری در اروپا آگاه شدیم. دولت بودجه دفاعی بیشتری برای جنگ با داعش در عراق و سوریه را تقاضا کرده که قابل درک است. آنچه قابل درک نیست آن است که قانون رئیس جمهوری را موظف کرده با ارائه یک طرح و مدرک استراتژی خود را برای جنگ با داعش تا پیش از فوریه به کنگره تسلیم کند. تا کنون ما هیچ چیزی دریافت نکرده ایم و نشانی هم از اینکه طرح چنین استراتژی در راه است وجود ندارد. وزیر دفاع آمریکا بر تشدید کمپین علیه داعش و همینطور خواست پرزیدنت اوباما برای شکست دائمی داعش صحبت کرد. I want to focus first on our ongoing fight against terrorism and especially ISIL. ابتدا می‌خواهم بر پیکار مداوممان علیه داعش تمرکز کنم که حمله امروز در بروکسل بار دیگر تأکیدی است که ما باید داعش را برای همیشه شکست بدهیم و پیش از همه هسته اصلی آن را در عراق و سوریه شکست بدهیم، ولی همچنین در هر نقطه‌ای که در حال گسترش است و اینها همه همزمان با حفاظت از سرزمین ماست. ولی تغییر استراتژی که دولت از اون صحبت میکنه به احتمال زیاد از سوی جمهوری خواهان پذیرفته نخواهد شد.